به نام خداوند بخشنده مهربان. ماه مبارک رمضان ماه عبادت و عمل است. ستایش مخصوص خداوند است که پروردگار همه جهانیان است، همان خدایی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان بر شما فرض شده است، همان طوری که بر ملت‌های پیش از شما فرض شده بود، تا باشد تقوا پیشه کنید. گواهی می‌دهم بر این که نیست معبود بر حق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می‌دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. آن پیامبر در حدیث شریف چنین می‌فرماید: کسی که ماه مبارک رمضان را با ایمان کامل و یقین روزه بگیرد، گناهان گذشته او بخشیده می شود. اما بعد، یکی از احسان و فضل خداوند متعال بر بندگانش این است که برای آنها اوقات مخصوص برای خیر و ثواب قرار داده است که در آن اوقات خیر زیاد و رحمت و مهربانی های زیاد نازل می شود و پاداش عبادت در آن وقت بسیار است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: همانا پروردگار شما در روزهای مخصوص سال رحمت و مهربانی خیش را بر شما نازل می کند، پس کوشش کنید تا در معرض این رحمت ها قرار گیرید، چون اگر برای یکی از شما این مهربانی و رحمت نصیب شود، پس از آن هیچگاه بدبخت و شقی نمی شود. بزرگترین و باشرفترین این اوقات همانا ماه مبارک رمضان است، چنان ماهی که روزهای آن بهترین روزهای سال و شبهای آن بهترین و با فضیلت ترین شبهای سال می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه اصحاب خود را بر رسیدن ماه مبارک رمضان که بیانگر نعمت و بخشش الهی است بشارت می داد. از حضرت ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ماه مبارک رمضان که ماه خیلی با مبارک و با برکت است فرا رسیده است، خداوند متعال روزه گرفتن روزهای آن را فرض نموده است، چون در این ماه دروازه های آسمان و دروازه های رحمت خداوند گشوده می شود و دروازه های دوزخ بسته می شود و شیاطین گمراه کننده به زنجیر کشیده می شود. خداوند متعال در این ماه یک شب را قرار داده که عبادت در آن شب بهتر از هزار ماه می باشد. کسی که از خیر این شب محروم شود، خیر و ثواب بزرگی را از دست می دهد. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه از خداوند متعال می خواستند تا ایشان را به ماه مبارک رمضان برساند و در انجام کارهای خیر و ثواب یاری ایشان نماید. ابن رجب رحمت الله علیه می فرماید: بسیاری از نیکوکاران در شش ماه اخیر همیشه از خداوند متعال می خواستند تا آنها را به ماه مبارک رمضان برساند و سپس شش ماه دیگر از خداوند متعال می خواستند تا عبادت ماه مبارک رمضان آنها را به درگاه خیش بپذیرد. و یحیی بن ابی کثیر چنین دعا می کرد: یا خدایا، مرا با ماه مبارک رمضان تسلیم کن و ماه رمضان را به من تسلیم نما و آن را پذیرفته شده از من تسلیم شو. و از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به منبر برآمد، زمانی که به درجه اول برآمد فرمود امین، سپس به درجه دوم تا این که به درجه چهارم رسید. اصحاب کرام گفتند: ای رسول خدا، شنیدیم که سی بار امین گفتی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: زمانی که به درجه نخست برآمدم، حضرت جبرئیل علیه السلام نزدم آمد و گفت: بدبخت باد انسانی که ماه مبارک رمضان بر او بیاید و سپس بدون این که گناهان این انسان بخشیده شود بگذرد. پس من گفتم امین. ما در استقبال این مهمان بزرگ قرار داریم که چند روز بعد نزد ما میآید. بر ما لازم است تا و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران او در این ماه مبارک بر انجام عبادت و اعمال نیک بکوشیم. پس بر هر فرد مسلمان ضروری است تا در قدم نخست نیت خود را درست نماید، چون با نیت است که عبادت خداوند متعال به درگاه او پذیرفته می شود، زیرا که نیت راضی پذیرفته شدن اعمال نیک می باشد.
چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید به درستی کسی که پذیرفته شدن عمل مربوط به نیتی درست است و همانا برای هر شخص ثواب و پاداش همان چیزی داده می شود که نیت نموده است. پس هر کسی که به سوی خدا و پیامبرش هجرت نماید ثواب چنین هجرت نصیبش می شود و کسی که به سوی دنیا هجرت کند آن را در می یابد و کسی که هدفش رسیدن به زنی بوده باشد حتما به او ازدواج می کند. پس هجرت هر کس به سوی آنچه می باشد که آن را می خواهد. و از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند متعال می فرماید هر عملی بنی بشر از خود او است مگر روزش، پس او از من و برای من است و من پاداش او را می دهم و روزه سپر است. پس وقتی یک از شما روزه بودید حتما از اعمال و گفتار بیهوده و له و لعب پرهیز نماید. پس اگر کسی او را دشنام بدهد و یا با او جنگ کند باید بگوید من شخصی روزدار هستم، سوگند به ذاتی که روح محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست، همانا بوی دهان انسان روزدار نزد خداوند خوشبوتر و زیباتر از بوی مشک می باشد. همچنان باید مسلمان روزدار در ماه مبارک رمضان عبادت و اعمال نیک را زیاد انجام دهد و با آموزه ها و توصیه های پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون با عجله افطار نمودن و تاخیر نمودن در سحری پایبند باشد. چون پیامبر خدا می فرماید همیشه امت من به خیر و نیکی می باشد تا وقتی به زودی افطار نماید و سحری را تاخیر کند. و همچنان می فرماید سحری کنید چون در سحری کردن برکت است. همچنان نباید در خوردن و مصرف غذا و طعام زیاده روی و اسراف نکند، چون خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید، چون خداوند اسرافکاران را دوست ندارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید انسان ظرف بدتری از شکمش پر ننموده است، برای بنی بشر همان قدر غذا خوردن کفایت می کند که کمر او را راست نگاه بدارد. پس اگر حتما باید بخور، پس یک سلس شکم خود را برای غذا و یک سلس دیگری آن را برای آب و یک سلس آن را برای نفس خود نگاه بدارد. و چقدر خوب خواهد بود این که ثروتمندان نیازمندی فقرا را در این ماه مبارک رمضان احساس نمایند، چون ماه رمضان ماه سخاوتمندی و بخشش است. ماهی است که در آن مفاهیم واقعی رحمت و مهربانی بر ایتام و بیوه زنان و فقرا و مساکین به تمام اشکال همبستگی ملی اشکار می شود. پس این گونه همبستگی باعث ادخال خوشحالی و سرور در قلب آنها می شود. چون از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که می فرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم با سخاوت‌ترین مردم بود و پیشترین سخاوت را در ماه مبارک رمضان هنگامی که با حضرت جبریل دیدار می داشت انجام می داد. چون هر شب به ماه مبارک رمضان با حضرت جبریل دیدار می نمود و قرآن کریم را بر او تکرار می کرد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم با سخاوت‌تر از بادی آزاد بود. این سخاوتمندی مخصوص تنها نفقه نبود بلکه مفهوم آن واسع‌تر از آن بود. پس شامل نیکویی، صله رحمی، مهربانی و محبت و رعایت حقوق و وجایب می شد. و فتح مکه مکرمه در ماه مبارک رمضان به حیث بزرگترین فتح از جانب خداوند متعال صورت گرفت، چون خداوند با این فتح پیامبر خود و مسلمانان را عزت و کرامت بخشید و شرک و مشرکین را رسوا نمود. و در عصر جدید موفقیت و پیروزی مصر در دهم ماه مبارک رمضان و ششم اکتبر انجام گرفت، طوری که خداوند مصر را موفق گردانید تا سرزمین و کرامت خود را برگرداند. و شعار سربازی مصری گفتن الله اکبر بر روزه داشتن، روز و عبادت و تلاوت قرآن و دعای صادقانه در شب بود، طوری که در نتیجه کامیاب شدن و توانستن متجاوزین را برانند و از دین و تن سرزمین و حیثیتشان دفاع نمایند. و بزرگترین درس عملی برای همه کسانی بود که تجاوز بر مصر را به سر می پرورند. پس چقدر مناسب است ما دوباره به همه مجالات زندگی خیش برای به دست آوردن پیروزی و کامیابی به روحیت واقعی رمضان برگردیم و از ارکان حق و عدالت را تقویت بخشیم و از سرزمین و ابرو و کرامت دفاع نماییم، تا که ملت ما جایگاه و هیبت اصلی خیش میانی ملت‌های دیگر را دوباره به دست بیاورند و دسترسی به این جایگاه جز به یک پارچگی و اتفاق و اجتماع در اطراف حق و هدف واحد با مزید کار و تلاش و زحمت متحقق نمی‌شود.